I am change. I am change. People say that we have nothing in common. We don't look the same, talk the same. Or come from the same place. But this isn't about who we are. It's about what we can do. Together. Because we are change. And together. We are unstoppable. حالم که با خانم رکسانا پیرمیا هستم. رکسانا جان خیلی ممنون که اومدی. ممنون شما. مرسی. خواهش میکنم. اینو بگم که رکسانا جان از یه خانواده ایرانی هست ولی هیچگاه ایران نرفتی. رفتی تو نه تا حالا نه. ولی فارسیش خیلی خوبه. البته خودش اول میگفت که من فارسیم شاید خوب نباشه، نتونم صحبت کنم، ولی وقتی که باش صحبت کردم دیدم انقدر فعالیت‌های خوبی داری که حیفه با بینندگان عزیز در میون نگذاریم و فارسی شما بسیار خوب هست. مرسی. خواهش میکنم. نه don't worry فارسیت خوبه. خب رکسانا جان به ما بگو که داری چه کار میکنی. یه کمی برای من قبل از ضبط شما تعریف کردی و من دوست دارم که برای بینندگانمونم بگی فعالیتت از کجا شروع شد. من الان برای یه سازمان کار میکنم که با جوان همه فقط جوان هستیم، میریم توی مدرسه های شهرهای آمریکا که بیشتر کمک میخوان، بچه هاشون بیشتر کمک میخوان توی مدرسه، برای اینکه انقدر فقر هست توی این شهرها مثل لس آنجلس، باستون، میامی، شهرهای بزرگ. ما میریم اونجا بیشتر کمک میدیم به بچه ها، باشون حرف میزنیم. تو کدوم مدارس؟ دبیرستان؟ چه مرحله ای؟ از سوم، کلاس سوم تا نهم. برای اینکه اون دیدیم که اون وقت بیشتر ما میتونیم کمک بکنیم تا کلاس های دیگه. و بیشتر کمک شما به دانشجوهایی هست که ترک میکنن مدرسه. بله، تو آمریکا یه مشکل خیلی بزرگ، هر 26 ثانیه یه بچه از مدرسه ترک میکنه. هر 26 ثانیه یه دانشجو مدرسه رو ترک میکنه. هر سال بیشتر از 1 میلیون بچه ها از مدرسه ترک میکنه. خب در چه مرحله از در مدرسه ترک میکنه؟ یعنی از همون کلاس سوم تا نهم تو این مراحل هست که مثلا مدرسه رو دیگه دراپ میکنه و ترک میکنه؟ میتونیم بفهمیم از سوم، ولی بیشتر از کلاس ششم میتونیم بفهمیم کی بیشتر احتمالش هست که از مدرسه ترک کنه. از چطور متوجه میشید که مثلا این دانشجو تو اون مسیری داری میره که احتمال ترک مدرسه رو داره؟ میبینیم چند روز در هفته مدرسه هست. اگه نیست، اگه چند تا روز نمیاد، حضور غیاب بشه، یعنی میفهمیم که پرابلم هست. میبینیم رفتارش با معلم ها و تو مدرسه. اگه معلم گفت برو از کلاس بیرون، باید باشون حرف بزنیم و بفهمیم چرا نمیتونی تو کلاس باشی، چی کار کردی که معلم تو هست. و تو خونه چی شد؟ برای اینکه خیلی وقتا تو خونه یه چیزی شد، با فامیلیش یه چیزی شد. این جامعه ها هستن که متاسفانه مادر و پدر اونا هم شاید مشکل دارن، اونا هم شاید مدرسه تموم نکردن و برای اونا هم سخته. پس یعنی بنابراین از بیشتر اینها از خانواده های میان که تحصیلات مادر پدر پایین هست. بله. I am change. People tell me I can be anything. A doctor. A lawyer. Anything. But for the next year, this is my office. This is my day. And this is who I am. I am change. And this is where I belong. شما
شما به چند شاخص اشاره کردید، یکی فقر، حضور غیابه که مثلا اگر خیلی غیاب زیاد بشه در مدرسه، رفتارشون با معلمشون، بعض وقتا موقعیت خانواده و تحصیلات پدر مادر، دیگه شاخص های دیگه هم هست؟ بله، تو کلاسشون چه نوت، چه گرید، نمره هاشون ببخشید چجوری هستن. So, بیشتر تو math، ریاضی و انگلیش، زبان انگلیسی، چون بله. زبان اصلی اینجا انگلیسی. So, میبینیم چجوری نمرشون چجوری هن و از اونجا بیشتر کمکشون میکنیم، کمک درسی. آیا رکسانا جان راهی بود که شما بدونید که مثلا تو این پروژهتون موفق شدید، تونستید تعداد اونایی که مدارس رو ترک میکنن اون تعداد رو، آمار رو پایین تر بیارید؟ بله، ما شماره های داریم که میگن که یه بچه به نمرش بهتر شد و این چیزا، ولی برای من، رفتاری من با بچه ها میتونم بفهمم که ما کمک کردیم. سال پیش یه چند تا از شاگردهای من به من گفتن اگه شماها اینجا نبودین من مدرسه ترک میکردم، و اون برای من خیلی قدرت داره که ما این کار میتونیم بکنیم و یه بچه که میتونست مدرسه ترک بکنه نکرد، برای اینکه ما اونجا بودیم و گفتیم شما میتونی اینو بکنی، شما گیواب نکن. میتونم الان داشتیم صحبتشو میکردی تو صورته، تو چهرت داشتم اینو میدیدم که چقدر برای شما قابل تقدیر هست، چقدر احساس خوبی میکنی حتما وقتی که میبینی که میتونی تأثیر بذاری روی زندگی. حالا البته من از آمار از شما پرسیدم، ولی اگه حتی یک نفر هم بتونید روی زندگیش تأثیر بذاری که بتونه ادامه بده تحصیلشو و موفق بشه و مؤثر باشه برای جامعهش، این خودش یک موفقیت بسیار بزرگیه. خیلی. و به شما تبریک میگم در این زمینه. خب بیا برگردیم به این که شما گفتید که این یک سازمان غیر انتفاعیه که شما دارید. از کجا شروع شد؟ یعنی این ایده خیلی ایده خوبیه. بله. و من فکر میکنم این یه مشکلیه که شاید تمام کشورهای جهان باهاش روبرو هستن. من تا وقتی تو دانشگاه بودم رفتم کوستاریکا، گواتمالا، مکزیک و استرالیا. و هر جا که رفتم با بچه ها کار میکردم که هر جا هم این مشکل ها دارن. ولی یه دوتا مرد بودن که گفتن که یه سازمان میسازیم که برای این بچه ها کمک میاریم و اون کمک از جوون ها میاد، که ما هم هممون جوون هستیم، انرژی داریم و با هم قدرت داریم و قطره قطره دریا میشه، درسته؟ Exactly. So این دوتا مرد آمدن از هاروارد، میخواستن وکیل باشن ولی رفتن این سازمان رو ساختن. چه سالی بود میدونی؟ این 1988 بله. میلادی، سالی که من به دنیا آمدم. اوه واو. شاید میدونستن که قرار شما بیاید کمکشون بکنید. شاید. خب سوالی، حالا چقدر گسترده شده این سازمان؟ یعنی در کجاهای آمریکا یا نمیدونم اگه تو جهان جای دیگه هم هستند؟ بله. پروژه هاشون رو پیاده میکنن. تو باستن شروع شد، الان در تو 24 شهر در آمریکا هستیم. سو از واشنگتن، سیاتل تا میامی هستیم و تو ساوث آفریقا هم و لندن هستیم. I am change. I'm from where you're from and not been where you are. I am change and my ears are deaf to the words I can't. I can and you can because I am change and I am fierce. اسم این سازمان گفتی چیه این پروژه؟ سری ایر یعنی اینکه یک سال در یه شهر. بله. پس شما این جوانان میان از دانشگاه ها میان و یک سال خودشون رو میدن برای بله. همکاری با این پروژه. به چه نحوی هست؟ جوان ها که میان
نه فقط از رشته های آموزشی یا روانشناسی یا اینطوری میان. یه پسر که پزشکی دوست داره یا خونده میتونه بیاد یه سال بده که این بچه ها رو باهاشون کار بکنه. یعنی از هر رشته دانشگاهی که میان وقتی دانشگاهشون تموم شد میتونن وارد این پروژه ها بشن و میتونن یه سال از دانشگاه بریک بگیرن و این پروگرام رو، یعنی در مدت تحصیلشون در دانشگاه مثلا یک سال رو بیان و این کار رو بکنن و بعد وقتی که مثلا یک سال میان کمک میکنن مخارجشون رو کی میده؟ بلکه اینا دانشجو هستن. شاید از آزه کار، شغل، درآمد، هیچ درآمدی ندارن. این سازمان یه استایپند پول کمک مالی میکنه. خیلی پول نمیدن. به اندازه که شاید کاراشون زندگیشون پیش بره. خب خوبه، یعنی اینکه هم زندگیشون پیش میره و هم اینکه بد عادت نمیشن و این کار رو میکنن. و از اونجا میرن اگه دندون پزشک میشن بیشتر میفهمن چه مشکلی هست تو این شهرهای آمریکا. پس در همین زمینه همچنین آگاهی میرسونند. یعنی شما دارید الان برداشت من از صحبتتون این است که وقتی که میان تو این پروژه ها کار میکنن، خدمت میکنن، یه تجربه خیلی بزرگی رو به دست میارن و نیازهایی که در جامعه هست و بعد این رو در وقتی که برمیگردن مسیر شغلشون یا ادامه تحصیلشون با دیگران در میون میگذارن که دیگران هم همچنان آگاه باشن و بتونن به نحوی کمک بکنن. درسته؟ و خیلی قدرت هست تو اون کاری که با هم کار بکنیم که داستان‌های ما رو با هم در میون بگذارید، به هم بگید. بله. و از اونجا با هم کار بکنیم که یه راه حل پیدا بکنیم. خب رکسانا جان، میخوام یه خورده برم یه راه دیگه و در مورد این کنفرانس ازت بپرسم. کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ. بله. این اولین بارتونه، درسته؟ به من بله. اولین بار. آره. چی شد که در این کنفرانس شرکت کردی؟ مادرم. آفرین به مامان. خب چی شد؟ مامان چی گفتن؟ مامان بهم زنگ زد، گفت داریم میریم این کنفرانس و منم گفتم اوکی و شنیدم، رفتم رو اینترنت و دیدم چی هست و من فرهنگ ایرانی رو خیلی دوست دارم و متاسفانه فارسی هم انقدر خوب نیست. خوبه. ولی وقتی تو آمریکا به دنیا میای و مامان و بابات از خاطره های ایران بهت میگن، یه پیس قلبم یه قسمتی از قلب بله. برای ایرانه. بله. برای ایران میتپه. Exactly. چالی. خب بگو که اگر وقتی با دوستای آمریکایی هستی و میفهمن که شما ایرانی هستی، مثلا وقتی که ازت میپرسن فرهنگ ایران چطور و ایرانی ها چطور هستن، کدوم یکی از ویژگی های فرهنگ ایرانی رو با اونها در میون میگذاری؟ اونا همیشه غذا دوست دارن. غذا ایرانی رو. بله. همه خارجی ها غذا ایرانی. قرمه سبزی، تریق، اینا همش رو میخورن و میان خونه ما میخورن. ولی بیشتر من موزیک ایرانی باشون خیلی همیشه دارم موزیک ایرانی رو معرفی میکنی، اونا رو آشنا میکنی. دوست دارن وقتی که میشنون؟ دوست دارن بعضی ها. خب ما برنامه‌مون با اسمش برای فردا هست و هدفمون این هست که در ارتباط با خیلی چیزها، آموزه های دیانت بهایی و یا اینکه با افرادی که در جامعه بهایی هستن و یا افرادی که بهایی نیستن ولی دارن در فعالیت هایی کار میکنن که ما فردای بهتری رو داشته باشیم، چه در ایران عزیزمون و چه در جهان. و این کاری که شما با اون جوانای دیگه داری میکنی خیلی مؤثره که ما فردای بهتری داشته باشیم. و من امیدوارم که جوانای دیگه در جاهای دیگه دنیا بتونن، اگه این کار رو نمیکنن، شاید اونها هم دارن میکنن این کار رو، ولی اگر نمیکنن ایده بگیرن و بتونن اون رو در محل خودشون پیاده بکنن. ولی در پایان این گفتگومون دوست دارم که با جوانان خودت صحبت بکنی و فکر میکنی برای اینکه یه فردای بهتری داشته باشیم جوانا میتونن چه کار بکنن. مادرم بهم گفت که 30% افراد فقط 30% یه کار میکنن برای حل مشکل،
70% فقط فکر میکنن. من امیدوارم که ما جوانها با هم راه حل پیدا بکنیم و وقتی مشکل میبینیم حلش بکنید. حلش بکنید که اون 30% بیشتر بشه. ما خیلی مشکل هست تو دنیا و ولی امید هست و برای فردا، برای آینده و با هم جوانها اگه بیشتر با هم کار میکنیم و پرواکتیو تر باشیم میتونیم یه آینده بهتر ببینیم. خیلی هم عالی. من فکر میکنم با این تکنولوژی جدید جوانا هر جای دنیا که هستن میتونن با هم مشورت بکنن، تجربیاتشون رو با هم بذارن، راه حلها رو هم که پیاده میکنن و فعال هستن در این زمینه با هم در میون بگذارن. خیلی ممنون رکسانا جان که با ما همراه بودی و فعالیتاتو با ما در میون گذاشتی. ممنونم از شما. مرسی. امیدوارم که موفق باشی. بینندگان عزیز، این بود گفتگوی ما با خانم رکسانا پیرنیا. اگر سوالی دارید، اگر پرسشی دارید، میخواید همچنان با ایشون هم در تماس باشید در مورد فعالیتاشون، برای ما بنویسید، با ما تماس بگیرید و یا روی فیسبوک برای ما کامنت های خودتون رو بگذارید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. I serve because my family taught me that if you're blessed, you have to give back. City here. I want it to be better for the kids coming up than it was for me. I serve because I love my country. I serve because of these guys right here. They need me. I serve because it feels good. I want to make a difference. 1 year. City year. Now I can. City year. City year. City year. City year. Is this your year?